به نام خدا. با عرض سلام خدمت همه کاربران محترم وبسایت لرنفایلز. بنده دهقانی هستم، یکی از دانشجویان سایت. امروز قصد دارم یه نکته کاربردی در زمینه اتصال استیمول سافت ریپورت برای گزارش گیری توی MVC خدمتتون بیان کنم. البته در ابتدای آموزش لازم میدونم که از همه اساتید بزرگ و پیشکسوت خودم کسب اجازه کنم. طی بحث MVC وقتی من داشتم با MVC کار میکردم، خب یکی از دغدغه های همه کاربران اینه که بتونن از حالا اون خود برنامه خودشون گزارش تهیه کنن. خب قبلا توی ASP.NET Web Form و توی بحث ویندوز اپلیکیشن مطالعه آموزش خیلی خوبی بود که خیلی راحت ما میتونستیم به قول معروف گزارشی رو تهیه کنیم، اما توی بحث MVC یکم حالا قضیه متفاوت تره. من اولین کاری که کردم اومدم و نرم افزار استیمول سافت 2013 رو روی کامپیوتر خودم نصب کردم. چرا؟ چون این نسخه نسخه‌ایه که بحث MVC رو پوشش میده، یعنی DLLی داره که ما میتونیم با اون به پروژه MVC مون اضافه کنیم. من اومدم یه گزارش از قبل آماده خودم ایجاد کردم و اون گزارشم رو به صورت دیزاین طراحی کردم و توی پوشه کانتنت سایت خودم قرارش دادم. اما توی این قسمت، حالا برای اینکه ما بتونیم این گزارشی که ساختیم رو به صورت حالا ویزار یا دیزاین ساختیم رو بتونیم ازش داخل برنامه‌مون استفاده کنیم، باید چه کاری انجام بدیم؟ اولین کاری که خب من انجام دادم توی این بخش، اومدم و یک ویو ایندکس تهیه کردم و یک حالا لینکی از روی اون ویو یه لینکی ساختم که اومد منو توی اکشن ریزالت ریپورت، یعنی گفتم که زمانی که کاربر روی ویو ایندکس من میاد یه لینکی براش تهیه کردم توی ویو ایندکس خودم و گفتم که به وسیله این لینک بیا توی کنترلر هوم، بعد هم کنترلر، بعد هم اکشن ریپورت. زمانی که وارد اکشن ریپورت میشه و برای کاربر میخواد اجرا بشه، ما دو قسمت باید کار انجام بدیم. یکی قسمت اوله که یک یوزینگ خیلی مهمی ما اینجا داریم که باید فایل های MVC استیمول سافت ریپورت رو به ویوی خودمون ایمپورت کنیم. پس بحثی که اینجا الان پیش میاد بحث DLL ها یا ریفرنس هایی است که ما برای استیمول سافت نیاز داریم. سه تا دونه ریفرنس DLL ما اینجا نیاز داریم. یکی استیمول سافت دات بیس هست و یکی استیمول سافت دات ریپورت و یکی هم stimulsoft.report.mvc هست که این آخری برای بحث MVC هستش که میاد اون شیمل هلپر ها رو برای ویور خودش میساز. در قسمت بعد، در قسمت بادیه حالا ویو خودمون، ما باید بیایم با اسکریپت های MVC ویور، یعنی اون کنترلی که قراره اون گزارش رو نمایش بده رو اینجا بقول معروف صدا بزنیم و به وسیله این دستور ساده است html.stimulsoft.render.mvcviewerscript. بعد از این دستور ما حالا میایم و تنظیمات مخصوص به ویور خودمون رو اینجا سیت میکنیم، باز دوره با HTML helper یه اسم stimulsoft.stimvcviewer یه اسم بهش دادم به اسم myviewer و یه سری آپشن هایی بهش دادم که یکی از مهمترین آپشن های این قسمت همین اکشن گت ریپورت اسنپشات هستش. این اسنپشات میاد در واقع تابعی هست که میاد و اون حالا یا اکشنی هست که میاد گزارش ما رو به صورت حالا لود میکنه، آماده میکنه که این ویور بتونه، این ویور پاس میده تا این بتونه نمایش بده. یه سری گزینه های دیگه هم داره که حالا اینا رو باید حتما با منابع خودش حتما اینا رو توی کتاب های PDF خیلی خوب توضیح داده، مثل تم که من بودم یه تم اینجا بهش دادم، گفتم آفیس 2007 بلو باشه. دو قسمت دیگه که مهمه مال بحث اکسپورت و خروجیه، یکی بحث پرینت و یکی بحث اکسپورت ریپورتشه که خب دو تا دونه اکشن ریزالت یا قول خودمون توی تابعی هم برای این باید نوشته باشه که این کار رو انجام بده و در پایان هم که من اومدم گفتم که یه بک‌گراندی هم حالا به اون بحث ویورم دادم. اما
توی قسمت هوم کنترلر، حالا جایی که قرار این سه تا اکشن ریزالت ما اکشنمون رو اینجا چیکار کنیم، صدا بزنیم، دقیقاً کاری که بحث که اونجا شما دیدید، من اینجا پیاده سازی کردم به سمت سرور، سمت سرور رو ببینید، گفتم که یک اکشن ریزالتی هست به اسم get report snapshot که دقیقاً توی این ویو هم من اینجا به همین عنوان رو صدا کردم. بعد گفتم یک STI report، قبلا دوستانی که استیمول ساب کار کردن حتما با این قسمت آشنایی هستن که باید یک ریپورتی از جنس STI report تهیه بشه، یه سندی. بعد مادم یه مسیرش دادم که دقیقا گفتم توی پوشه content و یه فایل به اسم students.mrt که من به صورت دیزاین ویزاردی، یعنی دستی یه دیتابیس بهش دادم و یه سری رکوردم براش تعریف کردم. بعد گفتم حالا برو اون ریپورت رو لودش بکن از این مسیر که اینجا خدمتتون گفتم و کامپایلش بکن، یه دونه به قول معروف حالا پارامتر یا وریبل هم من توی گزارشم به صورت دستی ایجاد کردم که اینجا اومدم حالا اون زمان جاری سیستم رو به اضافه یه دیزاین بای لرن فایلز هم این آخرش اضافه کردم که اون پایان توی فوترم بهم نمایش بده. در نهایت وقتی این کار رو انجام دادی، حالا یه خروجی باید از نوع get report snap shot result برگردونه که http context و یه reporting reportی که ما اینجا خودمون تعریف کردیم، اینه عنوان خروجی رو ما میتونیم به حالا اون ویون پاس بدیم. حالا برای این که ما با این قسمت هم بیشتر بدونیم چیکار میکنه، من پروژه رو استارت میکنم، یک رفرش میکنم، صفحه حالا ویو ایندکس من رو صدا میزنه در وهله اول، بعد روی لینک جنریت ریپورت کلیک میکنم و ببینید ویوور استیمول سافت که باهاش آشنایی حتما دارید این بالا فعال میشه و گزارشی که من از قبل ساخته بودم به صورت دستی دیزاین رو اینجا میبینی. یه سری ستون دارم و یه سری رکورد دارم، یک تایتلی اون بالا داره و این پایینم که اون بحث حالا وریبل یا اون پارامتر که ما اینجا تنظیم کردیم رو هم برامون آورد. خیلی راحت ما تونستیم این گزارش رو با واترمارک هم اینجا انجام بدیم و خیلی راحت میتونیم گزارش های حرفه‌ای تری هم طراحی کنیم. این تو قسمت آخرم بحث اون تابه های اون اکشن هایی بود که اینجا گفتیم برای پرینت و حالا اون خروجی هایی مثل ورد و نمیدونم HTML و عکس و این داستان ها، فقط اینه هیچ چیز خاصی نداره، فقط باید برگردونه یک نوعی به نام print report result و توی اون export هم یک نوعی به نام export report result. متدهای این STI viewer هستن که اینا رو صدا میزنه و وسیله اینا ما میتونیم توی سندمون مثلا print رو انجام بدیم یا اصلا print کنیم رو فایل PDF، یعنی خروجی PDF بهمون بده. اینجا خیلی راحت این کار رو انجام میده، میتونیم اونجا خروجی پی دی اف رو هم تهیه کنیم و قصه لحاظه. حالا دیگه کاری که میتونیم اینجا توی این قسمت انجام بدیم یا میتونیم که بله بینید خروجی پی دی اف اینجا بهمون میده، یا اینکه میتونیم فایل ورد ازش خروجی بگیریم، فایل چیمیل ازش خروجی بگیریم، حتی میتونیم عکس ازش خروجی بگیریم، یا که اصلا دیتا سی اس وی یا اصلا دیتا ایکس ام ال میتونیم این کارها رو باش انجام بدیم. اینجا که خب میتونیم که کل صفحات به صورت اسکرول ببینیم یا اینکه زوم کنیم و کاری که میتونیم روی ریپورتمون انجام بدیم. امیدوارم که بتونم تو قسمت بعدی بحث گزارش ساز داینامیک یا پویا را به امید خدا بتونم به خدمتتون باشم. در مجموع فکر میکنم نکته‌ای خیلی خوبی بود، چون که خودم ذهنم خیلی مشغول بود این مدت که چجوری میشه این کار انجام بدیم، که دیدیم خیلی راحت میتونیم این بحث استیمول سافت رو توی این ویسی هم پیاده سازی کنیم. بنده منتظر انتقادات و پیشنهاد شما عزیزان هستم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.